تنظیمات مربوط به مانیتور بود. تا اینجا سوالی هست؟ خب اگر این سویچ رو یه درجه دیگه ساعت گرد بچرخونم میاد رو حالت شوک و میتونه به مریض شوک بده. ببینید بچه‌ها، ما یه سری آریتمی هستن که بیمار رو میکشن، مثل وی تک و وی اف. یه سری آریتمی داریم که بیمار رو نمیکشه ولی اذیتش میکنه، مثل ای اف، مثل ای تک، مثل جانکشن تک، مثل پی اس بی تی. درمان اینا که مریض رو میکشن قطعا میشه شوک، بدون هیچ تردیدی شوک. اینا در این وی تک، در این آریتمی ها مریض 3 دقیقه آیندهش رو نمیبینه. در این وی تک، در آریتمی ها مریض 3 دقیقه آیندهش رو نمیبینه، ولی تو این آریتمی ها مریض اذیت میشه، چست پین پیدا میکنه. درمان اینا میشه دارو، درمان اینا میشه شوک. اگر درمان داروی به اینا جواب نداد یا از همون اول آنستیبل بودن، اینا جفتشون رو باید شوک بدی. منطقه شوکی تو آریتمی های وی اف و وی تک میدی با شوکی که تو این آریتمی ها میدی فرق داره. اینو باید شوک آسینک بدی و اینو شوک سینکرونایز بدی. خب حالا فرض میکنیم یه مریضی با وی افی با یه وی تک ما دیدیمش، میخواییم به شوک بدیم. برای اینکه به بیمار شوک بدی، اول باید پدال ها رو از دستگاه جدا کنی. برای جدا کردن پدال ها از دستگاه میتونی از عضلات تنارت کمک بگیری، یعنی موقعی که اینو گرفتی با عضلات تنارت بزنی و دستگاه رو جدا کنی، بعد ژل بزنی روی دستگاه و کامل با ژل آغشته بشن. اگر ژل نزنی و شوک رو تخلیه کنی، بدن بیمار میسوزه و تاول میزنه میاد بالا. حتما باید ژل بزنی. خب وقتی ما پدال ها رو در آوردیم، ژل بزنیم، آغشته به ژل شد و در حالت شوک هستیم، الان باید شوک رو شارژ کنیم و روی بدن بیمار تخلیه کنیم. شوک رو به دو روش میشه شارژ کرد. یکی با دکمه های خود روی دستگاه. گفتیم وقتی سویچ رو حالت شوک هست، این دکمه ها مربوط به شوک هست. یه دکمه مثبت منفی داره روش نوشته سلکت انرژی. میتونی انرژی رو با این کم و زیاد کنی. الان 200 جول شارژ شد. وقتی مقدار انرژیت رو، در واقع دوز انرژیت رو انتخاب کردی، دکمه شارژ رو میزنی، بوق ممتد و آماده تخلیه شوک هستش. برای اینکه تخلیه شوک کنیم، باید این پدال ها رو روی بدن بیمار بچسبونیم، به طوری که استرنوم تو دست چپت باشه و اپکس توی دست راستت باشه و حدود 10 تا 11 کیلو فشار بیاری. چرا؟ چون میخوایم هیچ هوایی بین پوست بیمار و این پدال ها نباشه و شوک رو تخلیه میکنه. مریض نجات پیدا میکنه و به زندگی عادیش برمیگرده به همین راحتی. خب حالا یه جور دیگه هم باز میشه شارژ، در واقع شارژ کنیم و روی بدن مریض تخلیه کنیم. روی پدال استرنوم یه دکمه مثبت و منفی وجود داره. من میدونم اینجا با مثبت و منفی انرژیم رو انتخاب کنم. بعد که انتخاب کردم، روی پدال اپکس دکمه شارژ وجود داره. با این 200 جول مثلا انتخاب میکنم، با این شارژ میکنم، بعد با همون شکل و همون شیوه روی بدن بیمار خالی میکنم. حالا اگر ما بخوایم شوک سینکرونایز بدیم، الان اینا برای وی اف و وی تک بوده. اگر الان بیمار تو حمله ای اف بوده، حالا شوک سینکرونایز باید بدیم. شوک سینکرونایز چجوری شارژ میشه؟ این همینه. دستگاه میاد رو حالت دی سی شوک. مقدار انرژیم رو انتخاب میکنم، 100 جول 150 جول. شوک رو انتخاب میکنم. بعد شارژ میکنم و دکمه سینک رو میزنم. دکمه سینک روشن شد. وقتی دکمه سینک روشن شد، یه سری فلش داره اینجا میاد. اینا یعنی میگن اینجا آره، اینجا موج آره و من انرژی رو همینجا خالی میکنم. موقعی که میخوای در واقع شوکت رو روی بدن بیمار در حالت سینک خالی کنی، باید دستات نگه داری تا بگرد آر رو بجوره و اونجا خالیش میکنه. پس اینجوری شوک سینکرونایز رو خالی نمیکنه، نگه میداری دستت. این بحث اولیه مربوط به دی سی شوک. حالا بر قبل از اینکه بریم سراغ پیس میکر، اگر برسیم بهتر یه سری توضیحات در مورد خود دستگاه دی سی شوک بدیم. مثلا که اینکه دی سی شوک چیه؟ خب دی سی شوک اینو برق وصل میکنیم به مریض. چرا از جریان برق استفاده نکنیم؟ یا مثلا اینکه شوک سرکوب کننده است یا تحریک کننده است؟ یا اصلا ماهیت اینکه شوک سینکرونایز یکم عجیبه، چرا شوک سینکرونایز رو آر خالی میشه؟ اینا رو یکم توضیح میدیم.